داشتم در مورد صحبت‌های اخیر مقام عظما فکر می‌کردم، دیدم حرف‌های خیلی زیاد و خیلی قشنگی زدن، اما فقط قشنگ بودن و بی‌محتوا، مثل همون حرفایی که من و شما بعضی وقتا به هم می‌زنیم که مثلا فرق تو با گل چیه؟ گل دو تا حرف داره، تو حرف نداری. یا مثلا فرق تو با دمپایی چیه؟ آها، یعنی دمپایی لنگه داره، تو لنگه نداری؟ یا همون فرغون و پنالتی و دریای علم و حلم و از یه حرفای کشککی که همه هم میفهمن پوچه و قورباغه رنگ کردن و جای قناری فروختنه. میخواستم بگم مقام ما چرا بدبختی های اصلی و مصیبت های نظام بهش نزدیک نمیشه آقای دکتر؟ سبکو میرن ناکس، تو این مقدمه بود گفتی؟ یا کنده مقام عظما رو گرفتی کشیدی بردیش رو پل سرت یکی بهش زدی؟ تازه به منم داشتی جسارت میکردی؟ قربونت برم، نظام داره دست میره، اون از مجلس، اون از ورشکستگی اقتصادی و تحریما، اون از دست رو شدنمون تو کرونا، و اون از عراق و سوریه و لبنان و یمن که همش داره دست میره، و اون از آشولاش شدن برنامه اتمی و اینا همش به کنار. آی دکتر، همش داره شورش میشه، دشمنه قسم خورده نظام ولمون نمیکنن. اینا تا عشق مرگ مقام عظما و نظام رو نخورن دستوردار نیستن. روزی نیست که نیروی انتظامی نگه کلی سلاح پیدا کردیم. هر روز تو خیابونا یه بسیجی یه آخوندی دراز میکنن، یه جایی آتیش میزنن. مقام عظما باید اینا رو بگه که چه خاکی میخواد سر نظام بکنه. من که نه سر پیازم، نه ته پیاز، نه ربطی به نظام دارم، هر شب کابوس وینچستر شورشی یادم نمیکنه. آی دکتر شروعش نکن دیگه ناکس، فقط بوده تو همینجور از اول لیست بکنی بگی چه بدبختی داری. ما خودمون استراتژیست همین نظامی ما. مقام عظما اگه میخواست این حرفایی که تو میزنی بذاره که دیگه همین چهار تا پاستر بسیجی دور و برش هم میریختن که بدبخت بیچاره چه کار کنه. دکتر ببخشید، میشه واضح تر بگی؟ شنیدی میگن یارو تو تاریکی راه میرفت سوت هم میزد؟ بله شنیدم. چه رفتی داره؟ اینطوری طفلی رو مقام عظما نگاه نکنی ها، زهرش داره آب میشه بدبخت. این که بعضی وقتا به تشنی میاد واسه اینی که همینه یه خورو بپوشونه. اگه بگه میترسم که کسی واسهش نمیمونه، اگر همش تنوره بکشه دوباره از اون کسی تحویلش نمیگیره. من هم عبوی همیشه میفهمودم از آبادان عرض میکردم، بله میفهمودم که یارو با باباش داشتن فیلم ترسناک نگاه میکردن، یه دفعه بی هوا بابای برگشت خوابون زیر گوش پسره، گفت چرا میزنی؟ گفت اگه بفهمم به کسی گفتی که من ترسیدم بازم میزنم. آیا دکتر ممنونم بابت توضیح روشنگرتون که خیلی از تعاملات مقام عظما با مجلس اینا رو روشن کرد. ولی خودمونیم، این نماینده های مشنگ مجلس چرا حرف مقام عظما رو گوش نمی کنن؟ مگه عظما با اون همه آبروزی مجلس رو یه دست نکرد که اینها از حرفاش حساب ببرن و بترسن ازش؟ خب قربونه برم، اونا واسه خودشون هفت خطایی هن، از پشت کوچه نیومدن. حالیشونه که کدوم تنوره کشیدن ها خالی بندیه، کدوماش راستاسیه. محکم بشین یه چایی هم واسه خودت بریز که یه قضیه استراتژیکی رو همچین قشنگ واسه تعریف کنم. یه کلافروشه موقع رد شدن از جنگل زیر درختی گرفت خوابید، بیدار که شد دید یه ده میمون کلاها رو برداشتن، داشت فکر میکرد که چجوری کلاه رو پس بگیره، همینجوری داشت کله رو میخاروند و تو فکر بود، یهو دید میمونا تقلید کردن دارن کله میخارونن، یه فکر بکری زد به کلهش، کلاه رو برداشت از سر خودش، اونا همه کلاه رو برداشتن، کلاه رو پرت کرد پای درخت، اونا هم تقلید کردن پرت کردن پای درخت، اینا را قشنگ کلاه رو برداشت رفت پی کارش. بعدن این داستان رو واسه نوش که کلافروش شده بود تعریف کرد. یه روز نوه از همون جنگل داشت میگذشت زیر درختی استراحت کرد، همین اتفاق افتاد. اینم دیگه راه رو بلد بود دیگه، کله رو خاروند میمونا هم خاروندن، کلا رو برداشت میمونا برداشتن، کلا رو انداخت زمین پای درخت میمونا ننداختن. چرا؟ چرا اینو تو؟ آها سوالش هم جوابت همینجه بگیر، گوش کن ببین میمونا چی گفتن. همه اینجوری کردن، بهش گفتن مشنگ فکر کردی فقط خودت با بزرگ داری واسه تجربه تعریف کنه؟ البته متوجه منظورتون شدم، ولی من فکر میکردم بعضی از این اعضای مجلس هم قرار شده ادای نق زدن رو در بیارن، شیستشو بگیرن. نه قربونه برم، کارمون از جستای این شکلی گذشته. مشنگ با عموش رفته بود شکار یاد بگیره، تو کمین بودن، عموه گفت موقع شکار باید عین خود حیوان فکر بکنی، عین خود حیوان رفتار بکنی. مشنگم پرید یک گاز اساسی از عموه گرفت، یک چنگه بهش انداخت، داشت حمله رو تشدید میکرد که عموه با تیر زد تو پاش.
دکتر یه سوال سب کو بیدم روشن شده یا نه میخوای بری سر سوال بعدی. یه سوال دارم که میدونم از اردن اسم سوژاش ناراحت میشین ولی مجبورم این سلامی مشن با این که به آماده باش دادی بازم اسم سلامی رو شاوردی بیا این پوستم کهیر. آی دکتر این مگه مسئولیت هارتوپود تو نظام نداره؟ پس چرا میذاره روزی دو تا بسیج و پاسارم بیاد تو تلویزیون با سر و صورت باد کرده بگن مردم ادبمون کردن؟ زایه میشیم که اینطوری. خب پوز در کردن شرایط داره، نداشته باشی زایه تر میشه. از قدیم گفتن قبل از قیافه گرفتن چک کن ببین قیافه داشته باشی. من اون عبوی همیشه میفهم بودم بزن با حضور عرض میکردم بله میفهم بودم سه تا عقاب داشتن واسه هم خالی میبستن، یکیشون پرواز کرد 5 دقیقه بعد برگشت با چنگالای خونی، گفت اون گله گوسفند ببین اون پایین، گفتن آره، گفت همه رو من کشتم. عقاب دومی خواست کم نیاره رفت نیم ساعت بعد برگشت با چنگال خونی و منقار خونی، گفت اون گله گاو رو میبینین؟ همه گفتن آره، گفت همه شون رو من کشتم. سومی باید بزنه رو دست اینا، پرواز کرد یه چند ثانیه بعد برگشت کل هیکل خونی، بهش گفتن چی شده؟ گفت هیچی، اون تیر چراغ برق رو میبینین؟ من مشنگ ندیدم. آره دکتر من نمیخواستم آخر برنامه دعوا بکنم با تو به خاطر که اول برنامه حرفامو زدم و حق کردم سنگامو. ایشی بابا تو برای شما اومدی به همون برنامه کنده مقام آقا برای کشیدی.